درود بر شما زبان آموزان گرامی و بزرگوار امیدوارم که حالتون خوب باشه با درس سوم از زبان سال نهم همراهتون هستم lesson 3 درس سه واژه festival که توی فارسی هم رخنه کرده فستیوال یا جشنواره و سرمونی، سرمونی یا سرمونیز معنی آیین و مراسم و این واژه فیست با فستیوال همریشه هستند به معنی جشن و زیافت فیست ادامه میدیم به کانورسیشن میرسیم به مکالمه و درس سوم که لغت های این درس مربوط به جشن و مراسم و آداب و رسوم و این جور چیزاست بین الهام و نسرین این مکالمه کانورسیشن مکالمه listen to the conversation گوش به دو مکالمه یا گفتگو between two friends بین دو تا دوست الهام و نسرین خب الهام شروع میکنه میگه که I just love New Year holidays I just love New Year holidays یعنی من عاشق تعطیلات سال نو هستم اینجا واژه جاست به معنی واقعا من واقعا دوست دارم تعطیلات سال نو رو و نسرین هم میگه او یس می تو آره واقعا آره آی گفتی من هم می تو it's ریلی really گریت واقعا عالیه واقعا خیلی خوبه الهام دوباره میگه وی نورمالی نورمالی یعنی معمولا نورمالی ویزیت دیدن میکنیم از Our relatives یا سر میزنیم به اقواممون relatives in نوروز در نوروز It's fun uh, خیلی مزه میده It's fun خب اینجا واژه R یا او رو داریم و صفت ملکی هستش پس اگر relatives بشه فامیل ها R relatives میشه فامیل ها مون. و توی جز بخشی از گرامر درس هم هست نسرین ادامه میده میگه Do you get New Year gifts too? Do you get New Year gifts too? آیا تو میگیری هدیه یا کادوی سال نو همچنین؟ تو هم هدیه سال نو میگیری کادو سال نو؟ و الهام هم میگه شور sure. البته We usually ما معمولا get money ما معمولا پول میگیریم I really like it من واقعا خوشم میاد از این خیلی دوست دارم اینو نسرینم میگه well خب we always ما همیشه go to میریم به my grandparents' houses همیشه میریم خونه های پدر بزرگ یا مادر بزرگ مون. یا گفته my میریم به خونه های پدر بزرگم یا پدر و مادر بزرگم نکته ای اینجا هستش خونه میشه house ولی وقتی جمع میشه میشه houses houses پس به تلفظ این دقت کنید و مای هم که مثل our صفت ملکیه و جزء گرامر این درسه پس واژه grandparent یعنی پدر و مادر بزرگ و my grandparent یعنی پدر بزرگ یا مادر بزرگ من my grandparents و اینجا یه اسم مالکیت داشته چرا حس شده چون که خودش اس جمع داشته که توی گرامر درس قبل این رو بهتون توضیح دادم میریم سراغ ادامه مکالمه الهام میگه that's nice خیلی خوبه خوبه that's nice خوبه does your grandmother cook the new year meal آیا مادر بزرگت مادر بزرگتو تو میپزه the new year meal میل یعنی وعده وعده سال نورو کوک اینجا یعنی پختن یا آشپزی کردن ما در بزرگ آشپزی میکنه غذای سال نورو و نسرین میگه actually actually اینجا تی با تی چون قبل ی اومده صدای چه میده actually she doesn't راستش رو بخوای اون این کارو نمیکنه. My mother makes it. مامانم یا مادرم اون رو درست میکنه. خب نکاتی که اینجا باید بگم جاست معنی های خیلی زیادی داره و چندین معنی دیگه هم داره ولی من چهار تا معنی مهمش رو اینجا واسه تون میخوام بگم. جاست یکی از هاش معنی همین الان هستش. مثلا میگم he just went out. یعنی اون همین الان رفت بیرون. یا مثلا my brother just called. برادرم همین الان زنگ زد. معنی دومش معنی only یا تنها یا فقط هستش. مثلا میگیم just for you فقط واسه تو یا فقط به خاطر تو. معنی سوم right معنی درست یا مثلا اینجا مثال رو بزنیم just in time یعنی درست سر وقت. و معنی آخرش معنی really هستش که تو این درس استفاده شد. The food was just wonderful. غذا واقعا عالی بود اینجا هم که گفت واقعا من عاشق تعطیلات سال نو هستم و اینجا actually به معنی در واقع یا بهترش بهتر ترجمهش کنیم راستش رو بخوای که میتونیم مترادفش رو in fact یعنی در حقیقت لحاظ کنیم ادامه میدیم به صفحه بعدی page 51 صفحه 51 Practice 1 تمرین یک Practice 2 تمرین دو هر دو تا تمرین از ما خواستن که در موردش صحبت کنیم talking about festivals and ceremonies که عنوان درس هم بود festivals and ceremonies جشن ها و مراسم یا آین یا آداب و رسوم صحبت کردن راجع به ها listen to the examples گوش بدید به مثال ها then ask and answer with a friend بعدش پرسش و پاسخ داشته باشید با یک دوست که من فایل صوتیش رو پخش نمی کنم خودم واسه می خونم خب اینجا این شخص پرسیده که Do you buy new clothes for the new year? ببینید که این سوال چون سوال یه yes no question هستن تون صدا آخر جمله یه ذره روبه بالا میره و رایزینگ هستش یعنی روبه بالا یا خیزان هست پس دقت کنید به آهنگ جمله ای که من میگم Do you buy new clothes for the new year? یا جمله بعدی Do you and your cousin set the have seen table? جمله بعدی Do young children color the eggs? و جمله آخر Do Chinese people buy goldfish for the new year? خب معنی میکنیم Do you آیا شما buy میخری new clothes لباس های جدید یا نو for the, uh, لباس های نو یا جدید for the new year واسه سال نو و در جواب میتونیم بگیم yes I do بله این کار رو میکنم یا no I don't نه این کار رو نمیکنم سوال بعدی do you and your cousins آیا تو و کازین هات واژه کازین معنی های زیادی داره خب واسه نوشتم اینجا کازن کازن یعنی امو امه دایی خاله فرزند هاش. یعنی دختر یا پسرای امو امه دایی یا خاله و من در کل همون کازن میگم آیا تو و کازن هات میچینید میز یا سفره هفتین رو و اینجا هم گفته نو no وی don't نه ما این کار رو انجام نمیدیم با دو پرسیده و با دو هم باید جواب بدیم دو یانگ چیلدرن آیا بچه ها یا بچه های خیلی کم سن و سال اینجا یانگ ونی جوون هست ولی در اینجا ونی کم سن و سال آیا بچه های کم سن و سال color the eggs رنگ میکنند تخم مرغ رو yes they usually color them بله اونها معمولا رنگ میکنن اونا رو Do Chinese people آیا مردم چین یا چینی ها buy میخرند goldfish ماهی قرمز for the new year واسه سال نو آیا چینی ها ماهی قرمز میخرند واسه سال جدید یا سال نو No, they don't buy goldfish. نه اونها نمیخرند ماهی قرمز Practice 2 تمرین دو با تمرین یک چه فرقی داره و چه شباهتی داره شباهتشون رو بگم اینه که این دوتا ساختار دو do و داز yes no question هستن یعنی یا باید با yes جواب بدین یا باید با no خاطر همین بهشون میگن yes no questions یکی از سوالهای های yes no question دو do و داز و فرقشون چیه دو ما واسه غیر سوم شخص استفاده میکنیم مثلا دو you آیا تو دو دی آیا اونها Do we آیا ما Do I آیا من ولی این آیا اگه واسه یه سام شخص باشه یعنی آیا او آیا پدرت آیا مادرت دیگه اینجا چون سوم شخصه نمیگیم دو میگیم داز چرا؟ چون که سوم شخص توی زبان انگلیسی اس میگیره و اینجا هم دو یه جورایی اس گرفته اس سوم شخص گرفته تلفظش دیگه شده داز خب پس داز معنی آیا هستش و یس نو کوشنه بریم سوالا رو بخونیم داز هی آیا اون آقای آیا اون مرد یا اون پسره داز هی recite recite یعنی خواندن یا تلاوت کردن the holy quran قرآن کریم رو تلاوت میکنه at the turn of واژه turn به معنی تبدیل شدن یا چرخیدن هستش و اینجا یعنی لحظه تغییر لحظه تبدیل سال نو میگه اون لحظه تغییر یا تبدیل یا تحو... تحویل سال نو داز uh, هی آیا او قرآن میخونه و میگیم یس yes, با یس yes جواب داده یس هی داز و دقت کنید که داز رو با داز جواب میدیم یا میگیم یس هی داز یا میگیم نو no, هی doesn't اگه یس yes بود یس yes, هی does اگه نو بود نو هی doesn't دقت کنید که توی ساختار نو یه مخفف نات رو باید اینجا داشته باشیم سوال بعدی Does your father آیا پدرت give you بهت میده new year gifts کادوی سال نو هدیه یه سال نو بهت میده No he doesn't نه اون این کارو نمیکنه. یکی از خوبی های زبان انگلیسی اینه که افعال توی این زبان خیلی کم پیش میاد که صرف بشن یعنی ما مثلا توی فارسی ما صرف فعل داریم میگم من میروم تو میروی خیلی کار سختیه واسه یه فردی که بخواد فارسی رو یاد بگیره ولی توی انگلیسی این کار خیلی خیلی راحت تره و عملا صرف فعلی وجود نداره فقط فعل هف رو ما اینجا داریم که واسه سوم شخص توی حالت مثبتش تبدیل به هز میشه پس اصلا دقیقا ترجمه واژه هز یعنی داره توی فارسی هم ما میگیم داره هر موقع داره اومد تو ذهنتون میشه چی؟ میشه هز پس شی هز یعنی او داره به معنی مالکیت داشتن البته منظورم از داره به معنی مالکیت داشتن بر یه چیزیه Does she have many friends؟ آیا او داره تعداد زیادی دوست؟ و اینجا هم یه دقت دیگه هم داشته باشید که توی ساختار سوال هایی که دو do و داز توشون هست از خود فعل هف استفاده می یا هر فعلی که اس دیگه نگیره یعنی چون داز توی جمله هستش دیگه اس فعلمون اس نمیگیره و در جواب یس yes. بله شی has منی فرندز او تعداد زیادی دوست داره سوال آخر Does your mom take a special food for Nowruz? آیا مادرت آیا مامانت make درست میکنه a special special یعنی خاص یا مخصوص special 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 food غذای خاص غذای مخصوصی for نوروز no واسه نوروز no درست میکنه no she doesn't نه اون این کار رو نمی کنه. یا جواب کامل نه no, شی she doesn't make food. نه او اه, یه غذای مخصوص doesn't make درست نمیکنه. ادامه میدیم پیج 52 صفحه 52 صفحه 52 هستیم تصاویر به همراه عکس لانچ dinner لانچ یعنی نهار و دینر یعنی شام میک هم یعنی درست کردن یا ساختن make lunch نهار درست کردن make dinner شام درست کردن bake a cake کیک خب همون کیک میشه بیک یعنی پختن و نانوا هم که میشه بیکر بیک کیک یعنی پختن یه کیک یا کیک درست کردن set the table واجه چیدن هستش یا تنظیم کردن که تنظیمات هم به خاطر این بهش میگن setting یعنی بچینید انزیمات رو و set the table هم یعنی میز رو بچینید sing the national anthem anthem به معنی سرود هست anthem anthem national به معنی ملی national national و sing یعنی آواز خواندن آواز خواندن سرود ملی یا خواندن سرود ملی hold a ceremony واژه hold معنی نگه داشتن و در اینجا به معنی برگزار کردن hold a ceremony یعنی یک آیین یا یک مراسم برگزار کردن ادامه میدیم page 53 صفحه 53 watch fireworks fireworks رو هم یعنی آتیش بازی و واچ هم به معنی تماشا کردن یعنی تماشا کردن آتش بازی read poems of hafiz read poems of hafiz خوندن اشعار حافظ poem یعنی شعر و poems یعنی شعرها یا اشعار read هم به معنی خوندنه اینجا یه نکته رو بگم fire به معنی آتیشه و firework هم که میشه آتش بازی Wear special clothes. Wear special clothes. Wear yani pushidan wear special ham yani maxusva clothes yani lebosho Edo me go out on nature day. Go out yani Braftanabe birun birun raftan on Dar nature day ruse tabi advoji day yani rusva. نیچر یعنی طبیعت ببینید t u r e اکثرا آخر لغت ها صدای چر میده نیچر هم به معنی طبیعت clear the table clear the table یعنی پاک کردن تمیز کردن میز clear تمیز کردن خب page 54 صفحه 54 language melody ترانه زبان یا ملودی زبان listen to the conversation گوش بدید به مکالمه یا گفتگو and pay attention attention یعنی توجه و pay attention یعنی توجه کنید to the rising rising یعنی روبه بالا یا خیزان intonation آهنگ یا تون صدا تون خیزان یا آهنگ خیزان، yes no questions سوالات yes no question رو uh, چیکار کنید pay attention توجه کنید به این آهنگ و تون خب بین سام و شایان هست مکالمه سام میگه شایان do you like spring do you like spring آیا تو از بهار خوشت میاد do you like spring و شایان هم میگه yes i like i like spring a lot I like spring a lot سام هم دوباره میپرسه Do you like rainy weather؟ Do you like rainy weather؟ آیا تو دوست داری؟ از آب و... یا خوشت میاد از Weather یعنی آب و هوا Weather و rainy هم یعنی بارونی بجیه با rain یعنی بارون و rainy یعنی هوای بارونی و شاید هم میگه Oh, yes uh, آره، البته But، ولی not on nature day ولی نه در روز طبیعت not یعنی نه on یعنی در nature day هم یعنی روز طبیعت و سام هم میگه why not چرا نه من آخه چرا و شایان ادامه میده میگه because چون که we always ما همیشه go out میریم بیرون on در 13th سیزدهه ببینی اون تی اچ آخرش همون اعداد ترتیبی رو که ما توی فارسی م بهشون یا مین بهشون اضافه میکنیم توی انگلیسی بهشون تی اضافه میکنن ما میگیم سیزده همین یا سیزدهم. هم اونا یه تی اضافه میکنن و س خونده میشه پس عدد سیزده میشه 13 و سیزدهم همین هم میشه 13 آن 13 سال فروردین یعنی در 13 فروردین همیشه ما میریم بیرون خب ادامه میدیم Listen to the questions below and then practice گوش بدید به سوالات پایین و بعدش تمرین کنید دقت کنید که چون اینا yes no question هستن دو do و داز ساختارایی هستن که اگه اول جمله بیان Yes and no میشن و آخر جمله تون صداش یک کوچولو رو بالاه. می خونم واسهتون Do you like rainy weather? Do you like rainy weather? Does it rain a lot in Tehran? Does it rain a lot in Tehran? Does she cook lunch? Does she cook lunch? Do you tell stories? Do you tell stories? Does he like spring? Does he like spring? Does she eat nuts? Does she eat nuts? و ترجمه آیا تو دوست داری هوای بارونی رو؟ آیا ات اینجا به معنی هوا یا آب و هواه آیا هوا, هوا, ها هوا ها یا آب و هوا خیلی بارندگی داره یا در کل ات یعنی خیلی میباره باریدن آیا میباره خیلی در تهران؟ آیا تهران خیلی میباره؟ Does she cook lunch؟ آیا او نهار درست می کنه؟ آیا اون خانومه نهار درست میکنه؟ یا میپزه؟ آیا تو داستان میگی؟ آیا او بهار دوست داره؟ و آیا او آجیل میخوره؟ خب اینجا هم که مربوط به سر کلاسه Talk to your teacher صحبت کن با معلمت wish you a great holiday wish you یعنی آرزو می کنم واسه وسط وسطتون آرزو می کنم وجهیه wish یعنی آرزو wish و wish you یعنی وسطتون آرزو می کنم. great holiday یک تعطیلی یه تعطیلات خیلی عالی great یا Happy new Year! هپی یعنی شاد و در اینجا یعنی مبارک باد شاد باد نیو ایر هم یعنی سال نو نیو ایر ادامه میدیم که اینها ویش ها هستن یعنی آرزو ها هستن که گفته اینها رو با این ساختارها بگید با ویش یو یا هپی پیج 55 صفحه 55 گرامر گرامر یا دستور زبان Look at the tables below. نگاه کنید به جدول های پایین. And listen to your teacher's explanations. و گوش بدید به توضیحات معلمتون. Affirmative. Affirmative یعنی تأکیدی یا مثبت. خب اینجا رو اگه دقت کنید گفتیم که خوبی زبان انگلیسی اینه که فل ببینید اینا همه زمیر هستن من ما تو آنها فل دیگه صرف نشده در صورتی که توی فارسی ما میگیم من دوست دارم تو دوست داری ما دوست داریم آنها دوست دارند کلا فعل صرف میشه ولی خوبی انگلیسی اینه که فعل صرف نمیشه و اگه هم صرف بشه فقط یه اس میگیره و اون هم کیا سوم شخص ها اس میگیرن پس خیلی کار راحته خب این زمان مربوط به simple present tense هستش یعنی زمان حاله ساده و کلا روتین ها یعنی ها, کارهای هفتگی ماهانه سالانه رو داره میگه یه کارهایی که هر هفته هر روز هر سال تکرار میشن جملات رو بخونیم اول زمایه رو میخونم آی یعنی من وی ما یو یعنی تو یا شما دی آنها هی او یعنی آن پسر یا آن مرد شی او یا آن دختر یا آن زن و لایک like هم یعنی دوست داشتن New Year Holidays تعطیلات سال نو New Year Holidays I like New Year Holidays من از تعطیلات سال نو خوش هم یاد و دوست دارم We like New Year Holidays You like New Year Holidays They like New Year Holidays ولی اینجا دیگه گفتیم که سوم شخص اسم میگیره He likes New Year holidays She likes New Year holidays ادامه میدیم خب یه نکته باز دوباره بگم سوم شخص اسم میگیره به جز هی و شی میتونه یه اسم هم باشه یعنی هی که در مورد مرده میتونه مثلا علی باشه یا یاسین باشه یا زهرا باشه یا شی هم میتونه زهرا باشه خب این جملات رو بخونیم وی یعنی ما چون که سوم شخص نیست دیگه فعل واسه صرف نمیشه همون اصل فعل وی استادی ما انگلیسی مطالعه میکنیم یاسین ریدز ا newspaper یاسین میخونه یه روزنامه اینجا چون یاسین سوم شخصه و هی میشه پس چی میگیره اس گرفته علی دوباره هی میشه علی واچز تی خب اینجا رو دقت کنید که وقتی اس گرفته دیگه, دیگه یکم تلفظش هم عوض شده شده واچز یعنی تماشا میکنه ولی اینجا دیگه شد reads یه ز شده ولی اینجا شده از واچ واچز علی واچز tv وی علی تلویزیون تماشا میکنه زهرا studies studies یعنی مطالعه میکنه هر lessons درس هاش رو درس رو مطالعه میکنه و اینجا هم چون که به وای فعل خاص شده و قبلش هم حرف بی صدا بوده یه جورایی کانسننت بوده که اینا رو توی گرامر الان توضیح میدم وای تبدیل به آی شده توضیحاتش رو فقط در این حد میگم وای وقتی آخر یه فعل باشه و قبلش حتما باید حرف بی صدا باشه و حروف صدادار اینها حروف صدادار هستن ای ای e, آی او یو اینها اگه قبل از وای بیان دیگه وای تبدیل به آی نمیشه ولی اگه اینها قبل از وای نیان وای تبدیل به آی میشه موقعی که فعل هستش و اس سوم شخص میگیره و یا موقعی که کلمه هست یه اسم و اس جمع میگیره همین قاعده باز اینجا صدق رو میکنه واژه یعنی مطالعه کردن فعل استادی و اس شده استادیز کری یعنی حمل کردن شده کریز او حمل میکنه و کرای هم یعنی گریه کردن یا جیغ زدن کرایز یعنی او جیغ میزنه یا گریه میکنه ادامه میدیم حالت های منفی این ساختار واسه غیر سوم شخص ما دو میاریم ولی واسه سام شخص داز میاریم و منفیش هم که میشه دو نات یا داز نات و اینجا نات هم میتونه مخفف بشه بشه don't یا doesn't خب جملات رو میخونم آی من وی ما یو شما دی آنها هی او مذکر شی او مؤنث بای یعنی خریدن new کلوز یعنی لباس های نو no یا جدید I do not buy new clothes. من نمی خرم. پس do not قبل buy اومده. I buy یعنی من می خرم. I do not buy من نمی خرم. New clothes. لباس های جدید. و همینجوری تا پایین. و سام شخص ها. He does not. He does not buy new clothes. او نمی خره لباس های جدید. She does not buy new clothes. و همینجوری ادامه او نمیخره لباس های نو پس do not یا does not فعل رو منفی میکنن مثال زده باز اینجا I don't play tennis I don't play tennis یعنی من تنیس بازی نمی کنم اگه می گفتیم I play tennis یعنی من تنیس بازی می کنم I don't play tennis یعنی من تنیس بازی نمی کنم زهرا doesn't wash the dishes زهرا doesn't wash the dishes. یعنی زهرا ظرف ها رو دش ظرف ها رو wash میشوره doesn't wash نمیشوره و دقت کنید اینجا چون doesn't اومده دیگه فعل ما استثنا شخص نمیگیره دیگه داز خودش استثنا شخص داره دیگه خود فعل نمیگیره page 56 صفحه 56 ادامه گرامر کوشن یعنی حالت سوالی خب حالت های سوالی هم که داشتیم توی تمرین ها دو do و داز میان اول جمله و در هر دو صورت فعل دیگه اس نمیگیره و معنیشون هم یعنی آیا do I, do we, do you, do they does هی داز شی داز حمید بای goldfish آیا من میخرم ماهی قرمز آیا ما ماهی قرمز می‌خریم آیا اونها ماهی قرمز می‌خرند does he buy goldfish uh, does he buy goldfish آیا او ماهی قرمز می‌خره does hamid buy goldfish آیا همید، آیا حمید میخره ماهی قرمز uh, که تون صدا هم گفتیم که توی سالهای دو و داز uh, yes no هستن آخر جمله رایز میشه یعنی رو به بالا میره ادامه میدیم به صفتهای ملکی رسیدیم صفتهای ملکی این آبیا هستن و هر موقع اینا رو دیدید مطمئن باشید بعد از اینها یک کلمه باید بیاد یعنی اینها هیچ وقت تنها نمیان اگه صفت ملکی باشن بعضیشون هم صفت هستن و هم مثل هر میتونه بعدا حالت مفعولی شی هم باشه ولی در کل هر موقع اینا رو دیدید اگه صفت ملکی باشن باید یه کلمه همیشه بعدشون بیاد خب ما یعنی مال من یا توی فارسی ما یه م به اسم اضافه میکنیم مثلا کتاب میشه بک کتاب من همون کتابم منظورشه میشه چی؟ کتابم میشه مای بوک I read my book من میخونم کتابمو You wash your car تو میشوری ماشینتو که اینجا یه نقطه جا گذاشته uh, Your car یعنی ماشینت ماشینت رو میشوری He cleans his room او uh, تمیز میکنه اتاقش رو پس he دقت کنید که صفت ملکیش میشه his He cleans his room. She studies hair lessons. درس هاش رو میخونه او. اینجا رو خیلی دقت دقت کنید. اینجا رو دقت کنید. چرا he شده his ولی she دیگه نمیشه she's یا she's. خیلی میگن she's. پس اینجا she شده her یعنی درس هایش میشه hair lessons. The cat drinks its milk. گربه می شیرش رو. پس اگه واسه یه, یه غیر انسان داریم صحبت می کنیم می شه its. its milk یعنی شیرش رو. و دقت کنید که اینجا دیگه its آپاستروف نداره. We paint our house. ما رنگ می کنیم رو. تلفظ Uh, این کلمه آر یا اور هستش آر یا اور We paint our house. We paint our house. یعنی خونه مون. They eat their lunch. Lunch یعنی نهار. اونها میخورن ناهارشون رو. Their. Their. خب اینجا هم که گفته I میشه my, you, your, he, his. ولی she دیگه نمیشه شی میشه شی میشه hair it its اواضروف نداره we are یا our they هم که میشه there there پنجم و هفت صفحه پنجم و هفت find it پیداش کن find an underline simple present tense پیدا کن و زیر خط بکش زیر چیو زمان تنس یعنی زمان زمان present حال سیمپل ساده رو in the passage below در متن پایین، then بعدش find پیدا کن and underline و زیرش خط بکش چیو possessive adjectives صفت ملکی رو خب متن رو میخونم بساتون احمد Is from Turkey, Ahmed has ta'le Turkey, and he lives in Istanbul. Uzendiği Istanbul. Fitr Aïd is an important religious holiday in his country. Eid -e Fitr has, a, ah, yek ta'tiliye mazhabiye mohem, dar kishveresh. He likes this day a lot. او دوست داره این روز رو خیلی زیاد It's on the first day of شوال اون در اولین روز ماه شواله آن فطر عید در عید فطر مسلمان مسلمان ها مسلم مسلمان ها don't fast یعنی روزه نمیگیرن واژه فست در حالت فعلی به معنی روزه گرفتن و don't fast این روزه the نمیگیرن They say their eight prayers before noon اونها میخونن یا میگن prayers نماز دعاها یا نماز عیدشون رو میخونن before noon قبل از ظهر In all Muslim countries در همه کشورهای مسلمان people مردم hold برگزار میکنن the same ceremony مراسم یکسان یا همین مراسم رو برگزار میکنن زیر افعال حال ساده گفته خط بکشید زمان حال ساده و صفتهای ملکی خب فعلها یا زمان حال ساده رو با آبی زیرش خط کشیدم is lives is دوباره likes it یا همون it is don't fast منفیشه say و hold و حالا میریم سراغ صفتهای ملکی his his country کشورش و their aid prayers نماز عید شون خب ادامه میدیم همین صفحه. tell your classmates بگو به همکلاسیات tell your classmates five things پنج تا چیز رو about راجبه festivals جشنها ها جشنواره ها ceremonies و مراسم ها یا آداب و ها آین ها example مثال I really like Fajr film festival من واقعا دوست دارم جشنواره فیلم فجر رو خب من اینجا چند تا مثال رو اون زدم خودتون هم صد درصد مثال های زیادی واسه خودتون بزنید I just love New Year holidays من واقعا عاشق تحصیلات سال نو هستم دو We set the هفت سین ما میشینیم میز یا سفره هفت سین رو شماره سه They gather together Gaz gather together یعنی دور هم جمع شدن together یعنی با هم دیگه و gather هم یعنی جمع شدن و این اصطلاح gather together یعنی دور هم جمع شدن and read و میخونن poems of Hafiz at Yalda night شعرهای حافظ رو در شب یلدا we dance by the fire ما پایکوبی میکنیم در کنار آتیش and enjoy. و لذت میبریم از fireworks آتیش بازی از چهارشنبه سوری night در شب چهارشنبه سوری و پنجمی we go out on nature day or سیزده در ما میریم بیرون در روز طبیعت یا سیزده در ادامه میدیم page 58 صفحه 58 listening, reading and writing مهارت گوش دادن، نوش... خواندن و نوشتن. Uh, conversation A، مکالمه A. Listen to the conversation، گوش بدید به مکالمه and answer the questions below و پاسخ بدید به سوالات پایین. قبل از اینکه سوالا رو بخونم، خود متن رو واسهتون میخونم. متن فایل صوتی رو. Conversation 1 مکالمه یا گفتگوی شماره یک بین دو نفر هستش نفر اول میگه Do you stay home at Yalda night? آیا تو میمونی خونه در شب یلدا و میگه No we don't نه ما این کار رو نمی کنیم We go to my grandparents house ما میریم به خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم که اینجا باید میگفت are چون گفته we ادامه میدیم Uh, how nice. چقدر خوب. What do you do there? چی کار میکنید شما اونجا؟ و گفته we, we sit together. We sit together. ما میشینیم به دور هم. And listen to poems of Hafez. و گوش میدیم به شعرها یا اشعار حافظ. Nice. چه خوب. یا ایول Do you eat watermelon? آیا شما هندونه watermelon هندونه هم eat میخورید و گفته yes we do بله ما این کار رو انجام میدیم we also have nuts ما همچنین آجیل هم میخوریم و در جواب هم دوستش گفته it sounds great عالی به نظر میرسه خیلی خوبه سوال یک دو و سه جواب ها رو بریم بدیم سوال اول what do they eat اونها چی میخورن؟ گفتش که they eat watermelon and nuts. اونها هندونه و آجیل میخورن. What do they listen to? به چی؟ به چی گوش میدن اونا؟ They listen to poems of Hafez. به شعرهای حافظ یا اشعار حافظ گوش میدن. و سال آخر. Do they stay home at yellow night? آیا اونها اه, میمونن خونه در شب یلدا؟ No. They go to her grandparents house. خونه پدر بزرگ و مدر بزرگش ادامه میدیم Page 59 صفحه 59 Conversation 2 مکالمه دو Listen to the audio گوش کنید به فایل صوتی And answer the questions below و پاسخ بدید به سوالات پایین خب مکالمه دو uh, یک فرد چینی هستش که با یه یه کوچو لهجه چینی هم داره انگلیسی صحبت میکنه در مورد یه سری مراسم سال جدید در چین توضیحاتی داده بریم بخونیم های I'm from China سلام من اهل چینم In my country در کشور من New Year starts in January or February در کشور من سال نو شروع میشه آغاز میشه در ژانویه یا فوریه It changes every year uh, It یعنی سال نو تغییر میکنه هر سال اون لحظه ی, uh, احتمالا تحویل سال منظورش اینه که تغییر, تغییر میکنه um, Red is very important for Chinese people میگه uh, رنگ قرمز خیلی مهمه واسه چینی ها People wear red clothes مردم میپوشن لباس های قرمز او آها راستی and older people و افراد مسن give lucky one یا افراد بزرگتر بزرگترا give میدن lucky money پول خوشیوم یا حالا اصطلاح توی فرهنگ چین lucky money to children به بچه ها in red envelopes در پاکتنامه های قرمز سوال رو جواب بدیم Does the new year start in March? آیا سال نو در ماه مارس آغاز میشه؟ No, نه nah. It starts in January or February در ژانویه یا فوریه شروع میشه سال دو Does it change every year? آیا اون هر سال عوض میشه؟ Yes, it does you can yes it changes every year بله, what does everyone wear hame everybody or everyone everyone hame wear everyone wears everyone wears red cloth hame قرمز می پوشن what do, what do older people give to children? چی افراد بزرگتر بزرگتر را می میدن به بچه ها They give lucky money پول خوششانسی یا خوشیوم To children به بچه ها In red envelopes در پاکت های قرمز که این هم عکس دیوار بزرگ چین هستش که به انگلیسی میشه The Great Wall of China پیج 60 صفحه 60 Reading, Speaking, Listening and Writing خوندن، صحبت کردن، گوش دادن و نوشتن Read the following questions on card A سوالات در قسمت A کارت A بخونید Then ask your classmates بعد از همکلاسیاتون بپرسید And write their answers on card B و جواباشون رو روی کارت B بنویسید خب کارت A question سوال و کارت B answer جواب سوال اول Does your grandparents آیا پدر بزرگ یا مادر بزرگ شما tell you stories آه, بهتون داستان میگه واسهتون داستان میخونه Yes she does آره او این کارو میکنه No she doesn't نه او این کارو نمیکنه البته چون اینجا grandparent مشخص نیست پدر بزرگ یا مادر بزرگه من میتونستم هی هم اینجا به جای شی هم هی هم بگم ادامه میدیم do you wear special clothes on new year holidays آیا شما لباس خاصی مخصوصی میپوشید در تعطیلات سال نو yes I do بله من این کار رو میکنم no I don't نه این کار رو نمی کنم. یا اگه you منظور شماها بود Yes, we do. بله ما این کار کارو میکنیم. No, we don't. نه ما این کار کارو نمیکنیم. خب دقت کنید که دو تا سال بعدی هم یو پرسیده و منظورش میتونه تو باشه یا شماها که یا با آی جواب میدیم یا با وی و حالت مثبت یا منفی هم میتونه داشته باشه Do you visit your relatives? آیا شما سر میزنید به اقوامتون؟ Yes, I do. بله من این کارو می کنم. No, I don't. نه این کارو نمی کنم. Yes, we do. بله ما این کارو می کنیم. No, we don't. نه ما این کارو نمی کنیم. Do you get gifts? آیا شما هدیه هم می گیرید؟ Yes, I do. بله من می گیرم. No, I don't. نه نمی گیرم. Yes, we do. بله ما می گیریم. No, we don't. نه ما نمی گیریم. Does your father work on holidays؟ آیا پدرتون یا پدرت کار میکنه؟ در تعطیلات yes he does بله او کار میکنه no he doesn't نه او کار نمیکنه page 61 صفحه 61 role play نقش آفرینی talk with your classmates صحبت کن با همکلاسیات about national and international festivals راجب جشنواره های ملی و بین المللی festivals and ceremonies که هم یه کار گروهیه برمیگردیم به کتاب کار یا قبل از کتاب کار میریم سراغ photo dictionary صفحه 112 کتاب خب صفحه 112 کتاب photo dictionary یعنی دیکشنری تصویری میریم سراغ درس سوم festivals and ceremonies ها و ها که صفحه 119 هست درس سه. عکس اول make lunch or dinner درست کردن شام نهار یا شام عکس بعدی bake a cake پختن یک کیک یا کیک درست کردن set the table چیدن میز sing the national anthem خواندن سرود ملی hold a ceremony برگزار کردن یک مراسم clear the table پاک کردن یا تمیز کردن میز صفحه بعدی watch fireworks تماشا کردن آتش بازی read poems of hafiz خوندن اشعار حافظ wear special clothes یعنی پوشیدن لباس های مخصوص go out on nature day بیرون رفتن در روز طبیعت celebrate a religious holiday جشن گرفتن یک تعطیلی مذهبی Watch military parade تماشا کردن رژه نظامی صفحه بعدی commemorate any e. martyrs martyr یعنی شهید و martyrs هم یعنی شهدا commemorate یعنی گرامی داشتن حافظه خاطره یا یاد کسی memorate از واژه memo میاد توی لاتین به معنی حافظه یا خاطره یا یاد هستش و commemorate یعنی گرامی داشتن ان ای -E هم که گفته مخفف نوکلیر انرژی یعنی انرژی هسته ای پس رو هم میشه گرامی داشته شهدای هسته ای اسلامیک ایرانیان کالچر کالچر یعنی فرهنگ فرهنگ ایرانی اسلامی Islamic Iranian Culture و در پایان Islamic Revolution Anniversary Anniversary یعنی سالگرد یا سال روز Revolution هم یعنی انقلاب Islamic هم یعنی اسلامی سال روز یا سالگرد انقلاب اسلامی خب پایان درس سه میریم سراغ کتاب کار Lesson 3 درس 3 Festivals اند سرمونیز جشنواره ها و مراسم ها خب صفحه 36 کتاب کار هستیم سوال یک چوز the کرکت فرمز شکل های صحیح رو انتخاب کنید سوال اول جین از ا تیچر جین یه معلمه شی تی French فرنش او فرانسوی تدریس میکنه خب چون سوم شخصه باید فعلمون اس بگیره She teaches French. سوال Emily doesn't set the dinner table every night. Emily her shab mize şam ya sofrayı şam ro نمی‌چine doesn't set چون منفی جمله و doesn't اومده دیگه فعلمون s نمیگیره. سوال 3 I read Molavi's poems in my free time. در وقت آزادم اشعار یا شعرهای مولوی رو من میخونم چون من هستش دیگه اس نمیگیره سوم شخص فقط اس میگیره سال چهار Does Tim go to the cinema on Fridays؟ آیا جمعه ها تیم میره به سینما خب چون سوم شخص باید اس بگیره ولی چون ساختار سوالیه و داست توی جمله هستش دیگه اس نمیگیره سال پنج He doesn't know the correct answer. او جواب درست رو نمیدونه. خب واسه منفی هی ما از doesn't استفاده میکنیم نه don't. و سوال شیش Do they clear the table after dinner? آیا اونها بعد از شام میز رو تمیز میکنن چون دو ده چون دی هستش یعنی آنها ما دیگه به فعل اس نمیدیم و اصلا کلا در حالت سوالی اصلا فعل اس نمیگیره در ساختار دو و داز سوالیشون فعل کلا اس نمیگیره خب پیج 37 صفحه 37 سوال دو fill in the blanks پر کنید جای خالی رو simple present tense زمان حال ساده خب فعل ها رو توی پرانتز آورده و من حالت درستشون رو از اون نوشتم سوال یک لیلا watches سام فیلمز آف رشد فستیوال ویت هر مادر ایچ یر لیلا هر سال برخی از فیلم های جشنواره رشد رو با مادرش تماشا میکنه واچ Watch, شده واچز چون سوم شخص سال دو تام doesn't wear special clothes on festivals تام در جشنواره ها لباس مخصوص نمی پوشه گفته not wear نمی پوشه پس ما واسه منفی کردن فعل سامش هست از دازن استفاده می کنیم و فعل هم اس نمی گیره سوال سه do Johnny and Danny swim in the river in the summer آیا جانی و دنی در تابستان توی رودخونه شنا می کنن خب حالت سوالیه اصل فعل رو میاریم دیگه اصلا کلا تغییرش نمیدیم چه سام شخص باشه و یا چه غیر سام شخص باشه خب سال چهار Does the ceremony start Does the ceremony start at 8 in the morning آیا مراسم در ساعت 8 صبح ها یا در صبح برگزار شروع میشه آغاز میشه داز اومده توی جمله و گفتیم که توی سوالی کلن اصل فعل رو We don't visit our relatives during the week. ما در طول هفته اقواممون رو بهشون سر نمیزنیم دیدن نمی کنیم don't visit چون وی اومده و غیر سوم شخصه واسه منفی کردنش از don't استفاده می کنیم سوال 6، بهرام and his family go out on nature day بهرام و خانوادهش در روز طبیعت میرن بیرون go out و چون سه اون شخص جمعه پس ما کاری به فعل نداریم همون خود فعل رو میادیم صفحه سی و هشت سوال سه fill in the blanks پر کنید جای خالی رو possessive adjective صفتهای ملکی سوال اول پارسا likes his grandmother a lot پارسا دوست داره مادر بزرگش رو A lot. خیلی زیاد. خب چون پارساه باید از صفت ملکی his استفاده کنیم. چون پسره. سال دو. We have an important ceremony. ما یک مراسم مهم داریم. Its name اسمش اسم اون مراسم اسمش is فطر فتره سوال سه They're making dinner اونا در حال درست کردن شامن Their mother مادرشون isn't home خونه نیست سال چهار she always bakes a birthday cake for her brother اون خانومه اون دختره همیشه میپزه درست میکنه یک کیک تولد واسه یه برادرش و چون اینجا در مورد شی داریم صحبت میکنیم یعنی یک خانم. صفت ملکیش میشه هر. سال پنج I wear من میپوشم uh, my new clothes لباس نو یا جدیدم رو on New Year's Day در روز سال نو و سال آخر She loves her colorful dress. او از او عاشق لباس رنگارنگشه چون شی داره از صفت ملکی هر استفاده میکنیم ادامه میدیم پیج 39 صفحه سیونو سال چهار match the phrases with the picture عبارت ها رو با عکس ها وصل کنید match کنید سال اول go on nature day اینو you know, من کوچیک می کنم که ببینیم عکس ها رو go out on nature day بیرون رفتن در روز طبیعت خب این عکس میشه visit relatives uh, سر زدن یا دیدن به دیدن اقوام این عکس wash carpets شستن قالی یا فرش clean the house و تمیز کردن خونه ادامه میدیم صفحه بعدی cook lunch پختن ناهار یا ناهار درست کردن این عکس میشه color eggs رنگ کردن تخم مرغ set the table چیدن میز buy new clothes خریدن لباس های جدید ادامه میدیم صفحه چهل و یک با تجربه این عکس ها گفته که complete the sentences with the correct form کامل کنید جملات رو با شکل صحیح فعل سال اول Mr. براون آقای براون، goes to work میره سر کار بای باس با اتوبوس با he doesn't drive his car ماشینش رو روشن نمی کنه نمی رونه he doesn't drive سال بعدی. مهدی plays with his toy car مهدی داره با ماشین اسباب بازیش بازی می کنه he doesn't play with his father's car او با ماشین پدرش بازی نمی کنه doesn't play سال سه سهر doesn't water the garden سهر باخشه رو آب نمیده آبیاری نمیکنه. کنه he waters the flowers اون به گلها آب میده سال چهار جورج cleans his bedroom جورج تخت خواب یا اتاق خوابش رو تمیز میکنه اتاق خوابش رو تمیز میکنه he doesn't clean the garden او باغچه رو تمیز نمیکنه he doesn't clean و سوال آخر نفیسه doesn't have a black bag نفیسه یک کیف مشکی نداره doesn't have she has a gray bag او یک کیف خاکستری داره سوال بعدی complete the sentences with the phrases above کامل کنید جملات رو با عبارت های بالا خب عبارت هایی که وصل کردیم رو من کپی کردم گذاشتم اینجا که دم دست باشن متن رو بخونیم I really like New Year holidays من واقعا تعطیلات سال نو رو دوست دارم We have a lot of fun ما یه عالمه به همون خوش میگذره We go shopping میریم خرید and buy the new clothes و لباس های جدید می خریم buy the new clothes we clean our house ما خونمون رو تمیز می کنیم and wash our cars و our carpets و فرش همون رو می شوریم wash carpets و my cousins خب واژه کازین رو وسطون ترجمه کردم و من ترجمه میدم کازن رو همون کازن بگم چون معنی های خیلی زیادی داره و نمیدونم کدوم رو بگم My cousins کازین های من and I و من color the eggs تخم مرغ رو رنگ می کنیم تخم مرغ رنگ می uh, My sister خواهرم of sets the half seen table سفره uh, سفره half سین رو می چینه. sets On New Year's Day در روز تحویل سال نو My mother مادرم cooks rice with fish uh, برنج با ماهی میپزه یا درست میکنه cook lunch و ادامه میدیم we always ما همیشه visit my grandparents ما همیشه پدر یا مادر بزرگمون رو uh, سر میزنیم بهشون and our relatives و اقواممون که اینجا ما چی داشتیم visit relatives و در نهایت and on nature day و در روز طبیعت we go out and play میریم بیرون و بازی میکنیم که اینجا داشتیم go out on nature day صفحه 43 سال 7 find five words related to the lesson پیدا کنید 5 لغت مرتبط با درس رو festivals and ceremonies جشنواره ها و مراسم ها cookies cookies یعنی کلوچه ceremony مراسم fireworks آتیش بازی lunch نهار table میز و گفته حالا لغت ها رو اینجا بنویسید که نوشتیم حالا اینجا گفته write the found words in front of the correct verb بنویسید کلمات پیدا شده رو در روبروی فعل های صحیح یعنی هر کلمه با یه فعل مچ میشه اینجا ورب یعنی فعل و نون هم یعنی اسم واچ تماشا کردن watch fireworks تماشا کردن آتیش بازی که یه اسم هم آخرش داره hold ceremony یعنی برگزاری مراسم bake cookies پختن یا درست کردن کلوچه clear table تمیز کردن میز make lunch درست کردن ناهار خب قسمت بعدی هم گفتم make five sentences with the phrases above درست کنید 5 جمله رو با های بالا که من طبیعتاً سلیقه خودم بوده شما میتونید جملات خودتون رو داشته باشید i like watching fireworks من تماشا کردن تماشا کردن آتش بازی رو دوست دارم My friend wants to hold a wedding ceremony. دوستم تمایل داره که مراسم عروسی برگزار کنه. Wedding یعنی عروسی و wedding ceremony یعنی مراسم عروسی. My mother دوستم مادرم bakes میپزه uh, cookies کلوچه میپزه every week هر هفته. After dinner بعد از شام my sister Gیم alwaysway clears the T همیشه میز رو تمیز میکنه. و در نهایت Today امروز My brother برادرم want to make lunch میخواد قصد داره که ناهار درست کنه. صفحه چه پنج edit the text ویرایش کنید متن رو Six mistakes 6 تا غلط داره. My بلاگ، عنوان م. وبلاگ من های سلام ما نیم از بهاره اسمم بهاره است ایم فرام ایران من اهل ایرانم In آر کانتری در کشور ما پیپل مردم سلبریت جشن میگیرن the first day of spring اولین روز بهارو that's on March 20th or 21st اون یا اون جشن هست در روز مارس ماه مارس 20 20 مارس یا 21 مارس 21 مارس This is our new year این سال نو ماست The celebration جشن گرفتن continues ادامه داره for two weeks به مدت دو هفته Before new year قبل از سال نو no. We clean ما تمیز میکنیم our houses خونه هامون رو and buy new clothes و میخریم لباسه جدید My father پدرم Give some money uh, یکم پول میده به To به Poor people به افراد فقیر My sister and I uh, خواهرم و من Always همیشه Set the half seen table میچینیم سفره هفت سین رو We put the holy Quran and a mirror on the table too. ما همچنین روی میز یه آینه و قرآن کریم رو قرار میدیم. On New Year Day در روز سال نو we sit around the table ما میشینیم به دور میز and recite و تلاوت میکنیم the holy Quran قرآن کریم رو My mother cooks a special food for lunch. مادرم یه غذای مخصوص واسه نهار میپزه. Then بعدش we visit our relatives و بعدش ما به دیدن اقوام میریم یا سر به اقوام میزنیم. خب اینجا غلط هایی که داشت رو بهتون بگم چون پیپل اسم جمعه دیگه اس نمیگیره پس اینجا اس اضافه است و اینجا ما غیر سوم شخصه پس اس دیگه نباید بگیره وی کلین اسش اضافه است my فادر پدرم سوم شخصه باید اس بگیره پس اینجا گیو اس میگیره میشه گیوز اینجا آی my سیستر and آی خواهرم و من میشیم ما پس دیگه باز سوم شخص نیست اسش باید خط بخوره و اینجا وی ما اس نباید بگیره سوم شخص نیست و در نهایت my mother سوم شخصه باید اس بگیره که اس هم میگیره میشه cooks خب ادامه میدیم صفحه 46 rewrite the text about yourself همین متن رو بخونید و ب... به خودتون ربطش بدید یعنی جاهایی که نیازه رو تغییر بدید و به زاقه خودتون این رو بنویسید و بلاگ رو اینجا یه علامت زده بود کجا حالا من دقیقا یادم نیست کجا ستاره ولی اینجا نوشته وب صفحه 47 سال 9 Yes or no یا باید یس yes رو بزنید یا باید نو no رو بزنید و تصمیم با شماست اولی We eat fruits at Yalda night ما میوه میخوریم در شب یلدا دومی My mother cooks a special food on Norse day مادر من میپزه یه غذای مخصوص در روز ای یا نوروز سومی We watch fireworks on شعبان 15th ما در 15 شعبان آتیش بازی نگاه می کنیم یا تماشا میکنیم چهارمی I color eggs for our half seen table واسه سفره half من تخم مرغ رنگ کنم. و آخری We visit our relatives on holidays ما دیدن میکنیم از اقواممون در تعطیلات خب ادامه میدیم صفحه 48 کتاب یه متن هستش و گفته Underlined simple present tense زیر خط بکشید زیر زمان حال ساده رو متن رو یه بار بخونیم عنوان هم نداره Solnal is one of the Korea's holidays. هست یکی از تعطیلی ها یا تعطیلات کره سولنال is the Korean New Year سولنال سال نو کره ای هاست یا کره ای families خانواده ها travel to visit relatives خانواده ها به مسافرت میرن یا سفر میکنن که از اقوامشون دیدن کنن an important part of the holiday is the سباه یک بخش مهم از این تعطیلات سبای هست حالا سبای یعنی چی؟ It means به معنی Showing respect ادای احترام یا احترام گذاشتنه یا نشان دادن احترامه Respect یعنی احترام For old family members برای اعضای مسن خانواده یا پیشکسوتها ها People eat rice cakes and noodles and play old games. Uh, افراد آدما uh, کیک برنج میخورن و نودلز میخورن و بازی های قدیمی بازی میکنن. People don't sleep نمیخوابن and are awake و بیدارن till midnight. Till یعنی تا نیمه شب. to say goodbye to the past year. Say یعنی گفتن. Goodbye هم یعنی خدافزی. خدافزی گفتن یا در اصطلاح say goodbye یعنی خدافزی کردن. که خدافزی کنن با سالی که گذشت. سالی که رفت. Past year یعنی سال گذشته. And they think و اونا فکر میکنن یا uh, باور دارن که if you sleep اگه شما بخوابی your hair hair یعنی مو your hair موهات موهاتون changes white تبدیل به تغییر میکنه به سفید یا سفید میشه most children اکثر بچه ها بیشتر بچه ها no میدونن که this is not true این حقیقت نداره این درست نیست but ولی they like to stay awake ولی اونا دوست دارن که بیدار بمونن خب از ما خواسته بود که حال ساده هرچی فعل هست زیرش خط بکشیم از کلا مربوط به حال ساده هستش میبینید که زیر هرچی از هست خط کشیدم خب بجز از ها travel اینجا حال ساده دوباره it means حال ساده play eat don't sleep or think, sleep changes no this is not like edame midim safhe 49 yes or no baleona botaroj mat in sala ro va javab bedim koreans visit their families on solnal koreha didan mikonan از خانواده هاشون در سولنال خب درسته دومی Old family members اعضای مسن خانواده یا بزرگترهای خانواده Are important for Koreans واسه کوریه ها خیلی مهمن خب درسته بعدی They eat different foods on سولنال اونها غذاهای متنوعی میخورند در روز در سولنال خب اینجا فقط دو مورد رو گفت گفتش که they eat rice cakes اونها کیک برنج میخورن و noodles. نودل میخورن خب اگه این دوتا منظور اگه این دوتا زیاده میتونه yes باشه اگه نه زیاد متنوع هم نیست میتونه no باشه خب بسته به اون ذهنیت خودتون میتونید yes بزنید یا no چارمی They stay awake all night. اونها بیدار میمونن awake یعنی بیدار و stay هم یعنی ماندن بیدار میمونن همه شب و. خب همه شب نبود گفتش که till midnight تا نیمه شب یعنی تا ساعت مثلا دوازده خب پس سوال اشتباه no people's hair people's hair موهای افراد یا آدما چینجز عوض میشه وایت یا سفید میشه کلا عوض میشه به سفید یا کلا سفید میشه انسول درست یا غلطه خب غلطه این یه باور بودش ادامه میدیم یه باور غلط بود و بچه ها هم میدونستن که اون اشتباهه قسمت بعد answer the following questions پاسخ بدید به سالات پایین سال یک What is Solnal? Solnal چیه؟ It's the Korean New Year. سال جدید کوریه. خب کی همینجا باید بزرگ باشه چون ملیته. سال دو. Do Korean people eat chocolate cakes on Solnal? آیا مردم کره ای ها کیک شکلاتی در سولنال؟ No, they eat rice cakes. نه اونا کیک برنجی میخورن سالسه Does solnal mean family members? آیا solnal به معنی اعضا یا اعضای خانواده هست؟ No, it doesn't. نه اینطور نیست. و سال آخر Do they play new games? آیا اونها بازی های جدید رو بازی میکنن؟ No, they play old games. نه اونها بازی های old قدیمی بازی میکنن. صفحه 50 write some sentences about what you do on islamic iranian festivals and ceremonies بنویسید یه سری جملات رو راجع کارهایی که شما میکنید در مراسم و جشنواره های اسلامی و ایرانی خب من صفحه 51 واسهتون یه سری مثال ها زدم اولین مورد در مورد عید قربانه دومی هم محرم خب اولی رو میخونم کربان اید عید قربان از the second main religious holiday in Iran یعنی از لحاظ اهمیت main یعنی مهم ولی اینجوری ترجمه می‌کنه از لحاظ اهمیت دومین تعطیلی مذهبی در ایرانه It's اون یه تعطیلی مذهبیه یا تعطیلی مذهبیه We wear new clothes and say our prayers. ما لباس های نو می پوشیم و نمازمون رو می خونیم. Some visit their relatives on this day. برخی ها دیدن می کنن از اقوامشون در این روز and give money or gift to the children. و پول می دن یا هدیه می دن به بچه ها. خب میریم سراغ محرم محرم is one of the most important religious holidays in Iran محرم یکی از مهمترین تعطیلی های مذهبی در ایرانه people gather مردم جمع میشن for ashura برای آشورا morning دقت کنید که این morning با morning که صبح اشتباه گرفته نشه مورنینگ که به معنی صبح یو نداره و از این لغت از مورن میاد مورن یعنی ازاداری کردن و مورنینگ هم یعنی ازاداری uh, for ashura morning یعنی مراسم ازاداری آشورا and usually و معمولا wear black clothes و لباس های مشکی می پوشن for showing respect برای نشون دادن احترام که چی؟ that they are mournful که اونها ازادار هستن mournful یعنی yani ازادار many families خیلی از خانواده ها distribute distribute یعنی پخش کردن پس distribute uh, distribute یعنی پخش کردن خیلی از خانواده ها پخش میکنن نزری or free food یا غذای رایگان to people به افرادی که ان نید نیازمندن آن آشورا در روز آشورا به انتهای این ویدیو رسیدیم امیدوارم که روش تدریس بنده رو پسندیده باشید تا درس چهارم خدا نگهدار